بینندگان عزیز سلام بر شما. با تبریک به مردم ایران به مناسبت پیروزی درخشان حکم دادگاه آنتورپ بلژیک علیه دیپلمات ریست رژیم اسدالله اسدی و سه مزدور همدست او به خاطر طراحی برای بمبگذاری در گرد همای مجاهدین در سال 1397 در پاریس. این حکم بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشته و شادی مردم ایران و خشم و نارضایتی رژیم رو به خاطر پیروزی عدالت بر تروریسم رژیم برانگیخته. امروز همزمان با صدور حکم دادگاه بلژیک، کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در 3000 نقطه در بیش از 40 کشور جهان هم برگزار شده. در برنامه امروز گفتگویی داریم با آقایان مجید حریری و فردین ماهوچیان و همچنین دکتر صوفی سعیدی که در ادامه این برنامه به ما می‌پیوندند. بله، به شما مهمانان گرامی خوش آمد میگم. میخواستم ابتدا اگه موافق باشید قبل از ورود به بحث گزارشی از صدور حکم دادگاه و کنفرانس بین‌المللی مقاومت رو لحظاتی با هم ببینیم و بعد وارد گفتگوی امروزمون بشیم. دادگاه آنتورپ، پیروزی عدالت. امروز پس از 2.5 سال انتظار، بار دیگر جهان شاهد پیروزی عدالت و مقاومت در برابر تروریسم رژیم حاکم بر ایران بود. صبح امروز پنجشنبه 16 بهمن دادگاه آنتورپ بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم را به 20 سال زندان و سه مزدور همدست او یعنی امیر سعدونی به 15 سال و نسیمه نعامی به 18 سال و مهرداد عارفانی را به 17 سال زندان محکوم کرد. دادگاه در حکم خود مسئولیت دیپلماتیک اسدالله اسدی را لغو و تصریح کرد که او نه تنها در بلژیک بلکه در نروژ هم به دلیل عمل تروریستیش دارای مسئولیت نیست. دادگاه همچنین تصریح کرد که اسدالله اسدی بمب را قبل از انتقال به نروژ در ایران آزمایش کرده بود و از قدرت انفجاری آن کاملا مطلع بود. دادگاه ادعای همدستان اسدالله اسدی را که مدعی بودند از قدرت انفجاری بمب خبر نداشتند رد کرد. دادگاه گفت آنها در ازای دریافت پول به این عمل تروریستی فرستاده شده بودند. دادگاه همچنین کشف کرد که متهمان این پرونده حتی بعد از بازداشت در هماهنگی با هم به بازپرسان دروغ گفتند تا اینکه این دروغگویی آنان کشف شد. بلافاصله پس از اعلام این حکم، خانم مریم رجوی در یک سخنرانی در کنفرانس بین المللی آنلاین گفت محکومیت اسدی محکومیت تمام رژیم است و محکومیت یک دیپلمات تروریست رژیم توسط یک مرجع قضایی اروپا تروریسم دولتی این رژیم را تایید می کند. خانم رجوی حکم دادگاه را یک پیروزی برای مردم ایران توصیف کرد و خواستار بستن سفارت رژیم در سراسر اروپا شد. همیهنان، محکومیت دیپلمات رژیم و سه مأمور اطلاعاتش در دادگاه بلژیک محکومیت تمام رژیم آخوندی است. پیروزی درخشان مردم و مقاومت ایران است. مقاومت ایران. خانم رجوی با تاکید بر اینکه تروریسم رژیم از اختناق حاکم بر ایران جدا نیست و با اشاره به اینکه حکم دادگاه بلژیک الزامهایی برای اروپا و جامعه جهانی دارد، دولت‌های اروپا را به تغییر رویکرد و سیاست‌هایشان فرا خواند. سفارتخانه‌ها و سایر مراکز رژیم در اروپا را که همه آنها مراکز تروریسم است، تعطیل کنید. از وزیر خارجه آخوندها حسابرسی کنید. ثابت شد که وزارت خارجه و سفارت و دیپلمات
تحت کنترل او در طراحی و تدارک کشتار بزرگ دست داشتند. تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهید. سران رژیم، این مسئولان و آمران اصلی ماشین ترور و جنایت را تحت تعقیب قرار دهید. آنها باید در برابر عدالت قرار گیرند. مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها در هر پوششی که هستند باید محاکمه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و تابعیت به آنها را خط قرمز کنید. هر گونه بازگشت به روابط نرمال دیپلماتیک را به جمع کردن بساط تروریستی و دستگاه تروریسم رژیم و رعایت کردن حقوق بشر مردم ایران مشروط کنید. کنفرانس بین المللی مقاومت ایران همزمان با اعلام حکم دادگاه بلژیک در 3000 نقطه و در بیش از 40 کشور برگزار شد. در این کنفرانس شماری از شخصیت‌های بین المللی که خود در گرد همایی 2 سال قبل مقاومت ایران حضور داشتند و برخی از آنها از شاکیان خصوصی این پرونده بودند و خود در معرض این توطئه تروریستی قرار داشتند سخنرانی کردند. خانم بتانکور، کاندیدای ریاست جمهوری پیشین کولومبیا، طی سخنانی در این گرد همایی گفت: این اقدام جنون‌آمیز رژیم ایران برای کشتار هزاران نفر از مردم بیگناه جنون یک رژیم خونریز را نشان می‌دهد که از ترس سرنگون شدن دست به این اقدام زد. جولیو ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، پوشش دیپلماتیک رژیم برای اقدامات تروریستی را قویاً محکوم کرد و خواستار اخراج همه عوامل تروریستی رژیم در اروپا شد. پاندلی مایکو، وزیر دولت آلبانی و نخست وزیر پیشین این کشور گفت: امروز دادگاه بلژیک نشان داد تمام ساختار رژیم ایران در اقدامات تروریستی در قلب اروپا دست داشتند. تامریش، اولین وزیر امنیت ملی آمریکا، در سخنان خود با اشاره به اینکه رژیم در وحشت از آلترناتیو دموکراتیکش مجبور شد دیپلماتش را مأمور این جنایت کند، خواستار به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران شد. پاتریک کندی با تاکید بر اینکه تمامی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و اطلاعات در سراسر اروپا باید لیست گذاری شوند گفت: زمان آن رسیده که از طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی حمایت کنیم. بله، گزارشی بود از کنفرانس مقاومت که امروز برگزار شد. آقای حریری، می‌خواستم ابتدا از شما در رابطه با نتیجه این دادگاه و حکمی که علیه دیپلماتوریست رژیم اسدالله اسدی و سه همدست او صادر شد تو این رابطه از شما بشنویم. بفرمایید. با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور و با تبریک این پیروزی بزرگ عدالت، بله، به همه هموطنانمون در داخل کشور، به کانونهای قهرمان شورشی و همچنین به اشرف نشانها در سرتاسر عالم تبریک میگم. حکمی که امروز صادر شد البته نیاز به بحث مفصل داره، من فقط اجازه میخوام که خیلی کوتاه به اون اشاره کنم. این حکم در نوع خودش بی سابقه است، زیرا که یک قاطعیت مشخص رو نشون میده علیه این جنایت تروریستی که توسط سردمداران رژیم در مرحله پایانی این رژیم انجام شده. در خود حکم حدود 60 صفحه است، بیش از 60 صفحه است، ولی یک اطلاعیه مطبوعاتی صادر شده که خیلی خلاصه برخی از مهمترین نکات حکم در اون اومده که من اجازه میخوام به همین نکات اشاره کنم، چون برنامه هم فشرده هست. بله. فقط خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم. ببینید، در بخشی از همین اطلاعیه مطبوعاتی اینطور اومده: دادگاه حکم داد که هر 4 متهم در موضوع قتل تروریستی گناهکارند. دادگاه بدون شک معتقد است متهمین اول و دوم در مسیرشان
به سمت کنگره اپوزیسیون ایران، یعنی همون پاریس سالون ویلپند، بله، با یک بمب برای استفاده در حمله مرگبار تحت فرماندهی میدانی متهم چهارم، یعنی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی بودند. متهم سوم در خود کنگره نقش خود را ایفا می‌کرد و یک همدست در این تلاش به قتل تروریستی محسوب می‌شود. منظور مرداد عارفانی که خودش توی سالن بود. اون دو نفر هم که در مسیر بلژیک، در داخل بلژیک دستگیر شده بودن، این چهار نفر. بالاخره دادگاه تشخیص داد چهار متهم بخشی از یک گروه تروریستی بزرگتر در داخل یک سرویس اطلاعاتی مشخص ایرانی هستند. پس میگه یک هسته تروریستی داخل یک ارگان اطلاعاتی رژیم آخوندی که منظورش وزارت اطلاعاته. پس اینا رو مهر میکنه که یک هسته تروریستی با یک دیپلمات تروریست که سرشونه و مجموعهشون توی دستگاه اطلاعاتی بزرگتری هستن که توسط رژیم از داخل ایران حمایت میشه. بعد در ادامهش میگه این از مبالغ پول پرداخت شده به متهمان، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، ملاقات‌های صورت گرفته در ایران، یعنی در داخل ایران، استفاده از موقعیت دیپلماتیک و ساختن و آزمایش بمب در خود ایران نتیجه گرفته می‌شود. یعنی به طور خیلی فشرده نکات کلیدی رو روش دست گذاشتن که یک سرویس اطلاعاتی، یعنی وزارت اطلاعات، بمب رو تو داخل ایران ساخته، بعد بمب رو منتقل کرده با یک هواپیمای مسافربری که همه اینا جرائم بین المللی هست. بنابراین حکمی که صادر شده طبق قوانین بلژیک در ماکسیموم خودش اینا رو محکوم کرده که اسدالله اسدی 20 سال، نسیم نعامی که نفر دوم محسوب میشه تو این تر، چون خود ماده انفجاری و بمب تو کیف نسیم نعامی بوده، 18 سال، مهرداد عارفانی که در صحنه میخواسته انفجار رو گزارش کنه به اسدالله اسدی و وصف بوده، 17 سال، و امیر سعدونی که به همراه نسیم نعامی بمب حمله کردن، 15 سال. جهت اطلاعتون حکم 20 سال تا اونجا که من اطلاع دارم معادل حبس ابد هست توی قوانین کشور بلژیک، یعنی ماکسیموم به اینها داده شده. و ضمن اینکه اس برده شده از اینکه بمب در داخل ایران ساخته شده، سرویس اطلاعاتی ایران پشتش بوده، یعنی در نوع خودش یک حکم بی سابقه محسوب میشه. بله، خیلی ممنون. آقای ماوچیان، از موضع‌گیری مقامات و فضای رسانه‌های بین‌المللی در رابطه با این حکم هم از شما بشنویم. تو این رابطه چی بوده به صورت مختصر؟ این دو بخش داره. سلام عرض می‌کنم ابتدا در خدمتتون و به بینندگان عزیز، و تبریک میگم به همه آزادی‌خواهان. این حکم تاریخی رو، حکم پیروزی عدالت رو، به خصوص به قربانیان تروریسم افسارگسیخته رژیم آخوندی. خدمت شما عرض کنم که چند روز گذشته قبل از این حکم انعکاسات بسیاری بوده. میتونیم از مصاحبه‌های خبرگزاری فرانسه و فاکس نیوز با خانم مریم رجوی یاد کنیم که در اونجا خانم مریم رجوی هم گفته بودن که خواستار عدالت هستیم ما، و اینکه پیام دادگاه باید که هر امتیازی که به رژیم داده میشه رو قطع کنه، چون این رژیم جریتر میشه. این بخشایی هستش از قبل بوده که مصاحبه‌ای بوده با وزیر خارجه سابق ایتالیا توسط العربیه، موضع‌گیری‌های نماینده بلژیک خانم الن سامین بود که طی نامه‌ای خواستار این شده بود که تمام دیپلمات‌های رژیم رو غربال کنن، شناسایی کنن و سفارتخونه رو ببندن. ولی بخش بعدی که از امروز شروع شدش و حکم دادگاه اومد، و همینجوری که آقای حریری گفتن طبق این حکم 20 سال، 18 سال، 17 سال و 15 سال ثابت شد و اقامت اینا هم به لحاظ سیتیزن بلژیک گرفته میشه. از اونجا به بعد دیگه با موجی از اخبار هستیم که من اینا رو تا اونجا که تونستم، انقدر زیاد بود که متاسفانه نمیدونم همه رو بخوام بیارم اینجا بگم و وقتمونم جواب نمیداد. بایرش روندفون که آلمان گفته که با خبر 20 سال زندان برای دیپلمات ایران این خبر رو انعکاس داده بود. اشپیگل انعکاس داده بود که دادگاه بلژیک دیپلمات ایران رو به 20 سال زندان محکوم کرده. تاگز اشپیگل همین رو تکرار کرده بوده. انتیفا تلویزیون تو آلمان همین رو پخش کرده بود که دیپلمات ایرانی به خاطر طراحی تروریستی در پاریس محکوم به 20 سال زندان شد. زود دویچه سایتونگ هم همین رو اعلام کرده، و روزنامه سوئیسی نوی زوریخ سایتونگ هم
یک مقاله 700 لغتی نوشته که این در فرهنگ روزنامه‌نگاری نه خودش قابل توجهی که 700 لغت توی یه مقاله به کار برده و از ابتدا تا انتهای دستگیری و محاکمه و همه اینا رو توضیح داده و در موضوع‌گیری های خانم مریم رجبی هم همون رو تاکید کرده که خواستار بستن سفارتخانه ها و اخراج به اصطلاح دیپلمات روسای رژیم شده. دویچه وله آلمان هم نوشته دیپلمات ایرانی و همدستانش به 15 تا 20 سال زندان محکوم شدن، به محکومیت قطعی اسدی اشاره کرده و نوشته که این برای اولین بار است که یک مقام رژیم در اروپا به شکل رسمی محاکمه و محکوم میشه. و یک خبر دیگه هم هستش که در پاسخ به سوال خبرنگاری پتر استانوف سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد همین دادگاه جواب داده بود که اقداماتی که این شخص مرتکب شده کاملا غیر قابل قبول است و این یک واقعیت است. نکته دیگر که میتوانم اضافه کنم این است که فرد مجبور و مورد نظر همکنون در فهرست مقابله با تروریسم قرار میگیرد. این خلاصه چکیده ای بود که بشه که در این زمان بندی هایی که ما داریم بتونیم بسیار. خیلی ممنون آقای محکم. آقای حریری، امروز همه از ضربه بسیار بزرگی که به رژیم خورده صحبت میکنن، واکنش رژیم در رابطه با این دادگاه بلژیک چی بوده؟ موضعی که خود سخنگوی وزارت خارجه رژیم گرفته اوج استیصال این رژیم رو نشون میده، چون در واقع رژیم اصلا قادر نیست به این پدیده، یعنی تروریسمی که با جزئیات همه چیش فیلم برداری شده، سنداش در اومده، صوتش در اومده، اصلا هیچ کارش نمیتونن بکنن. اینا اصلا نمیتونن به محتوای جرم نزدیک بشن یا اصلا اسم بیارن ازش، ولی فقط تنها حرفی که رژیم از ابتدا مدعیش بوده یکی اینه که این دیپلماته و نمیشه محاکمش کرد، که خب در حکمی که دادگاه داد در همون اولش این مسئولیت رو رد کرد، چون این مامور اطلاعاتی در کشور ماموریتش نبوده، در همراه خانوادهش در تفریح بوده، به اصطلاح خودش تفریح گذاشتن بمب‌گذاری، تفریح رژیم آخوندی هم از این جنسه دیگه، یعنی بمب بذارن میشه تفریحشون. بنابراین مسئولیت اینا دست گذاشتن. فقط تنها چیزی که هم وکیل روش صحبت کرده، وکیل مدافع اونها، و همین که سخنگوی وزارت خارجه، این بحث مسئولیته. من چند جمله از موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه رژیم رو براتون بگم، خودش فکر کنم کاملا گویا باشه. گفته همچنان که قبل از این هم بارها اعلام کردیم، تمام مراحل بازداشت آقای اسدی، فرایند قضایی و حکم و صدور حکم اخیر، غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد. در ادامهش گفت متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی تحت تاثیر فضاسازی مانده گروهک مجاهدین در خاک اروپا به چنین اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیه دست زدند، لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلماتیک کشورمان، از جمله شرایط غیر انسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند. بسیار جواب ابلهانه و مستحصلانه ای که دادند، که از یه طرف میگن مسئولیت داشته، یکم میگن این طرح مجاهدین بوده. بنابراین هیچ پاسخی ندارند و باید با عواقبش روبرو بشند. بله آقای ماتشان، همزمان با اعلام رأی دادگاه، مقاومت ایران هم یک کنفرانس بزرگ اینترنتی و آنلاین برگزار کرد که تصاویری از اون رو در گزارش امروزمون دیدیم. خواستم کمی هم تو این رابطه از شما بشنویم که سخنرانان و شرکت کنندگان و مهمترین نکاتی که مطرح شد چه بود. بله، امروز همزمان با دادگاه و کمی زودتر از صدور حکم، مقاومت ایران یک کنفرانس بزرگ جهانی و باشکوه برگزار کرده که در 3000 نقطه جهان بودش، وصل بود و در 40 کشور، که مهمترین سخنران و خواسته و سخنگوی مردم ایران و مقاومت ایران فکر می‌کنم حضور خود خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت بود، که ایشون صحبت‌های مبسوطی رو کردن و گفتن که حکم این دادگاه یک شکست اساسی در رابطه با
سیاست و دیپلماتیک رژیم آخونداست و پایان فریبکاری هر دو جناح رژیمه، یعنی رسوایی که این مزدور اسدالله اسدی در اروپا انجام داده و پخش پول برای شیطان سازی از مجاهدین. اما اگه بخوام نکات مهمش رو که بگم براتون اینه که خانم رجبی خواستار این شدن که زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا دست به عمل بشه. سکوت و بیعملی باعث جریتر شدن رژیم میشه. ماموران و مزدوران آخوندها را اخراج کنید. هر گونه بازگشت به روابط عادی باید به رعایت حقوق بشر مردم ایران مشروط بشه. در این کنفرانس حضور مقامات سابق، سیاستمداران از همه جای دنیا، اروپا و آمریکا بودش که اینقدر تعداد زیاد بود اگه من می‌خواستم از هر کدوم یه خط برای شما بگم فکر می‌کنم ساعت‌ها ما وقت احتیاج داریم. اما خانم اینگرید بتانگو این پیروزی رو تبریک گفتن به همه قربانیان تروریست در تمام جهان. آقای جولیو تروتسی وزیر خارجه پیشین ایتالیا گفتن که باید ایمان بیاوریم که عدالت بر سایر موارد پیروز می‌شود. و آقای تامریچ گفتن امروز یک روز تاریخی است، جهان به مردم بلژیک و قضایی این کشور وامدار است. آقای پاتریک کندی گفتن در سراسر اروپا باید تمام نهادهای وابسته به سپاه و اطلاعات لیست گذاری شود، آنها تهدیدات واقعی هستند. و بقیه هم تو همین دستگاه بودش که تبریک گفتن و خیلی خوشحال بودن از حضورشون. و فراموش نکنیم که این 3000 نقطه و این 40 کشور همگی به اشرف سه، به مجاهدان قهرمانمون وصل بود. بله آقای حریری، در مورد اقدامات تروریستی رژیم تو خارج کشور، خب این اولین باریه که یک دیپلمات رژیم محاکمه میشه، در حالی که قبلا هم دیپلمات‌های رژیم خب تو اقدامات تروریستی دست داشتن. اما تفاوت این بار رو شما چطور میبینید؟ بله این نکته مهمیه که بهش توجه کنیم دقیقاً، که رژیم آخوندی و شخص خامنه‌ای در اوج استیصال توی این طرح تروریستی یک کار بی سابقه ای کردن که توی طرحهای تروریستی کشورهای مختلف و جنایتهایی که تو کشورهای مختلف هم انجام شده بی سابقه است. اون هم که اینه که یک دیپلمات رسمی که با پوش دیپلماتیک هست خودش شخصا، یعنی انقدر نیازمند این طرح تروریستی بودند در مقابل قیام سال 96، دی ماه سال 96 انقدر نیازمند بودند که به مقاومت ایران و رأسش ضربه بزنند که اومده یک دیپلماتش رو با بمب از داخل ایران، تو داخل ایران وزارت اطلاعات بمب رو ساخته. خود اسدالله اسدی در سال 2018 شش بار به ایران سفر کرده که اصلا کاملا کار غیرعادی بوده، یعنی معمولا سالی دو بار میرفته، ولی سال 2018 برای اینکه عملیات تروریستی انجام بده شش بار رفته که همش ریز به ریز اینا ثبت شده هست تو پرونده و واضحه. منظورم اینه که اینقدر رژیم در ضعفه که میاد بمب میده دست خود دیپلمات تروریستش، بعد اون با هواپیمای مسافربری میاره، بعد خودش شخصا میاره تحویل میده مستقیما، برای اینکه مطمئن باشن که این طرح جنایتکارانه انجام میشه، چون رژیم در پایان خودش دیگه اصلا راهی نداره برای بقای خودش و سرنگونی خودش رو محتوم میبینه. میخواست که از این طریق این توطئه شوم رو انجام بده که خوشبختانه این بر سر خودش خراب شده و الان شاهد نتایجش هستیم. منظورم اینه که تفاوتی که در اینجا هست حضور یک دیپلمات رسمی با بمب و سندهای ثابت شده است. حتی ممکنه یک طرح تروریستی باشه یا دیپلمات‌های رژیم در گذشته هم شرکت داشتن، ولی اینکه خودشون مستقیم اومده باشن بعد فیلمشون گرفته شده باشه، عکسشون گرفته شده باشه، خب یک امر بی سابقه ایه، نه تنها توی جنایتایی که توی رژیم آخوندی انجام شده، اصلا توی تاریخ تروریسم یک نمونه از همه کارشناسای اطلاعات امنیتی این موضوع رو میگند. بله آقای ماوچن، در ادامه صحبتایی که آقای حریری دادن دقیقا تو همین رابطه، چرا رژیم تو شرایطی که خب با مجموعه بحرانهایی که داره، در حالی که به اروپا نیاز داره، اما میاد چنین ریسکی رو قبول میکنه که همینطور که گفتن یک مقام رسمی خودش رو وارد این کار کنه؟ خیلی ها گفتن که این اصلا جنایتش اونقدر میتونست بزرگ باشه که مشابه 11 سپتامبر اروپایی حتی ازش نقل میکنن.
چرا رژیم چنین ریسکی رو پذیرفت و خلاصه چنین مهره‌ای رو وارد این کار کرد؟ ببینین، غیر از اینکه رژیم بقای خودش رو تو فنای مجاهدین میبینه، یعنی یه دو تا نیرویی که در مقابل هم ایستادن که اگه یکی نباشه اون یکی هستش، و خطر سرنگونی رو فقط از این جناح و از این مقاومت و از این رهبری و از این تشکیلات میبینه، یک اشتباه محاسبه هم داشته. دستگاهش من فکر میکنم با دستگاه قدیم تنظیم شده بوده، تغییر دوران رو نگرفته بوده، موضع ضعیف خودش رو نفهمیده بوده، شرایط تحریما، فشارهای اون دوره رو نمیدونسته که چیه. چرا؟ اگه خاطرتون باشه رژیم قبلا که ترور میکردش، ترور رو انجام میداد، حتی اگه دستگیر میشدن با یک مهملات اینا رو نجات میداد میبرد. من خاطرمه که تروریستایی که گرفته بودن در رابطه با آقای دکتر کاظم رجوی، بعدها گرفته بودنشون، یک وکیلی توضیح میداد که این موکل من در این تاریخ که شما میگین این ترور رو انجام داده، تصادف رانندگی داشته. با یه تصادف رانندگی میتونست طرفو که مثلا رژیم نمیتونه یه نامه درست کنه که این آقا تو این تاریخ تو تهران بوده، تصادف رانندگی داشته، و اروپا اینو قبول میکردش. مگه همین اروپا نبودش که میگه ما چشممونو میبندیم، همین فرانسه، هر کدومو خواستین میتونیم با خودتون ببرین و ما چشممونو میبندیم. اما این بار به این صورت انجام نشد. شانس و اقبال با مردم ایران و با مقاومت ایران بود که رژیم پاش اینجا گیر بیفته، و اصلا فکر نمیکردش که بتونه از مسئولیت دیپلماتیک استفاده نکنه. این فکر میگه که از اون مسئولیت دیپلماتیک وین، قانون وین میتونه استفاده کنه، که این اصلا بهش تعلق نمیگرفت. همینجوری که آقای حریری فرمودن، این در مسافرت بوده، به اصطلاح مسافرت، و این شناعت رژیم رو نشون میده که بمب رو دو هواپیمای مسافربری در ماشینی که خانواده‌شون هم نشستن میذارن که بیارن مقاومت ایران رو از بین ببرن یا ضربه بزنن. و خود همین دیپلمات تروریست به اینها تاکید کرده بودش که اگر نتونستیم بمب رو به اصطلاح اونجایی که باید جاسازی کنین در نزدیکی خانم مریم اجایی پرت کنین در مردم، پس ما با یه همچین رژیمی طرف هستیم. و این رژیم بعضی موقع محاسبات اشتباهی داره و فکر نمی‌کرد که این بار چنین ضربه ای رو بخوره، و باز هم این ضربه باید تبریک گفته بشه و از این ضربه باید استفاده شه به خاطر شکافی که در اروپا وجود داره. این رو چماقی کرد بر سر سیاستمدار مماشاتگر، و ما بتونیم از همین حکم استفاده های بیشتری رو در راستای خط مماشات رو از بین ببریم انجام بدیم. بله آقای حریری، الان بالاخره پای دبیر سوم سفارت رژیم در اتریش در میونه. آیا این محاکمه اسدی به معنی محاکمه خودش به عنوان شخص و چند متهم دیگه است، یا به معنی محاکمه یک دستگاه و خلاصه سیستم حکومتیه؟ ببینید، همونطور که در رسانه‌های معتبر بین المللی، در گزارشات متعدد و همینطور در اسناد پرونده به اشکال مختلف روی این موضوع تاکید شده، از جمله اونقدر که من در خاطرم هست، در جمع‌بندی هایی که پلیس امنیتی بلژیک و همینطور پلیس امنیتی آلمان از پرونده انجام دادند، همشون تصریح کردند که این یک اقدام فردی نبوده و یک تصمیم دولتی بوده که در ایران گرفته شده یا در تهران گرفته شده. بعد خود اسناد جرم هم که کاملا روشنه، یعنی مثلا تو خود متن حکم نهایی دادگاه روی موضوع دست گذاشته شده که بمب در تهران ساخته شده، در تهران آزمایش شده. در خود متونی که از خود اسدالله اسدی توی پرونده ضبط شده، خودش تصریح میکنه به امیر سعدونی که من برای چک بمب باید برم ایران. یعنی 19، یعنی اوایل آخر ماه جوان، یعنی ماه آخر ماه خرداد، اوایل تیر 97 میره دو روز ایران، یعنی 19 هم میره، 22 با خودش بمب رو میاره، که اینا توی اسناد مختلف و به شکلهای مختلف ثبت شده و قطعیه، از بلیتش گرفته تا مکالمات اسمسش یا مکالمات روی ایمیلش، تمامش جزئیاتش ثبته. که این کار یک طرح سازمانیافته و یک تروریسم دولتیه. این موضوعی که الان روی میز رژیم آخوندی هست و کلیت این رژیم و شخص خامنه‌ای که اگر به یاد داشته باشیم در همون ابتدای قیام دی ماه 96 این رو تصریح کرد که این یک مثلثیه، یک رأسش مجاهدین هستن و ما
انتقام خواهیم گرفت. یعنی به روشنی تو این پرونده نام دو نفر به نظر من برجسته است، یکی خود خامنه‌ای که این دستور رو گرفته و یکی هم ظریف هست که سفارت خونه هاش ظرف این عملیات تروریستی هستن. توی موازی که شخصیت های برجسته بین المللی هم امروز گرفتن، روی نقش ظریف همشون دست گذاشتند. بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگیم که در این پرونده کل رژیم زیر علامت سوال هست و ماهیت تروریستیش که خب سیاست مماشات چشم روش بسته بود تا الان. بله آقای محترم، من می‌خواستم تو این فرصتی هم که داریم اگه ممکنه کمی هم از فعالیت‌های هموطنانمون در آلمان از امروز بگین که چه بوده و چطور بود اونجا بعد از صدور حکم. بله، به دعوت مقاومت ایران، سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت در شهرهای آلمان که دارای سفارتخونه مثل برلین و کنسولگری مثل هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ بود، دعوت شده بود که هواداران، اشرف نشانا از صبح زود، و ما الان یک موج سرمای شدیدی رو توی آلمان داریم، به خصوص شمال آلمان، با هوای زیر صفر اکسیون‌های خیلی باشکوهی رو برگزار کردن. فکر می‌کنم فیلم‌هاشو حتما شاید دیده باشین، توی همزمان با اجلاس هم نشون داده می‌شدش و فعالیت‌هاشون با دادن شعار، پلاکاردهایی که خواستار بسته شدن مراکز رژیم سفارتخونه‌هاش هستن و رقص و پایکوبی و شادی و پخش کردن شیرینی و شکلات بود که باز هم جای تبریک مجدد داره به مردم ایران که این یک پیروزی بزرگه و تکرار جمله خانم رجوی که عدالت پیروز شد. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای محوچیان و همینطور از آقای حریری. متاسفانه به انتهای فرصت این گفتگو رسیدیم. ازتون یک بار دیگه تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. خیلی ممنون و خدا نگهدارتون.